اگه میخوای انیمیشن باحال با خانواده ببینی و کلی به خندوندت این ویدیو رو تا آخر ببین سلام چطوری به پف فیلم خوش اومدی من فاطمه تو میتونی منو فاتی صدا کنی قراره تو این کانال راجع به کلی فیلم های جالب و هیجان انگیز با هم حرف بزنیم پس بزن بریم مایگریشن یا مهاجرت یه انیمیشن کمدی خانوادگیه به کارگردانی آقای بنجامین رنر ایشون سازنده مینیون ها هم بودن مهاجرت یکی از بامزه ترین انیمیشن هاییه که من تا حالا دیدم بریم یه نگاه به داستان انیمیشن بندازیم ببینیم چی داره که انقدر من از این خوشم اومده داستان این انیمیشن راجع به یه خانواده اردکیه که پدر این خانواده خیلی مراقب بچه ها و همسرشه و از این همیشه میترسه که نکنه یه روزی بچه هاش رو ترک کنن و یه اتفاقی براشون بیفته. یه روز یه دسته اردک وحشی که در حال مهاجرت بودن تو برکه اینا فرود میان که استراحت کنن. این قضیه باعث میشه که مادر خانواده و دوتا بچه ها دلشون بخواد که اونا مهاجرت کنن و برن دنیا رو بگردن و از این زندگی یک نواختشون خارج بشن. ولی پدر خانواده مخالفت میکنه. همون شب این پدر اردک با یه امو به اسم آنکل صحبت میکنه و میفهمه که چقدر زندگیش تو این سن یک نواخت و خسته کننده است و هیچ دوستی نداره. در نهایت راضی میشه که با خانوادش تو زمستون به جامعیکا مهاجرت کنه. توی این سفر کلی اتفاقای غیر منتظره میفته کلی مشکل براشون پیش میاد ولی در نهایت با همدیگه میتونن از پسشون بر بیا. واقعیتش خیلی جاهای این انیمیشن من یاد چیکن ران یا همون فرار مرغی مینداخت مخصوصا اونجا که داشتن از دست اون فرار میکردن یا اونجایی که اون مزرعه رویای اردکا رو دیدن ولی باید بهتون بگم خیلی بالتر از این حرفاست خیلی از سکانساش خنده داره اصلا یه انیمیشنیه که همه احساسات تو خودش داره خیلی جاش جا خیلی جاش جا بغض میکنی حتی ممکنه نگران بشی تم اصلی این انیمیشن راجع به خانواده است بعد یه جوری اعضای این خانواده شخصیت سازی شدن که خیلی باحاله مثلا باباه یه پدر حمایتگره که همیشه امنیت خانوادهش براش اولویت داره مادر خانواده هم عاشق یه زندگی پرهیجانه ولی به خاطر ازدواجش با یه همچین اردک محافظه کاری رو خیلی از خواستهاش پا گذاشته پسر خانوادم یه نوجوونه تو سن بلوغه که دوست داره خودش رو ثابت کنه و عاشق خطر و هیجانه. دختر کوچیک خانوادم یه اردک فوقلاده با نمکه که من نصف بیشتر خندام از دست کارای این بچه بود later. این خانواده یه اموه پیریم دارم به اسم امودن که اول ویدیو هم بهتون گفتم با تمام دردسرایی که میتونه برای این خانواده داشته باشه و مهاجرت رو براشون سخت کنه به اصرار اون دختر کوچیکه باهاشون مهاجرت میکنه شخصیت سازی خیلی خوب انجام شده امکان نداره شما از یه کرکتر بدت بیاد تو این انیمیشن حتی کارکترهای فریش هم مثل اون توتی اهل جامایکا با اون لحجه جامایکاییش یا اون سردسته یا کریما که تو پارک باهاش آشنا شدن تو نگاه اول به نظر میرسه که این انیمیشن هیچ پیچیدگی نداره هیچ پیام مخفی هم نداره ولی واقعیتا اینطور نیست اگه دقت کرده باشین متوجه این شدین که تو این انیمیشن آدما لام تا کام حرف نمیزنن فقط پرنده و حیوانان که صحبت میکنن ولی با این حال بزرگترین تهدید برای جون حیوانا همون انسانان همه چی راجع به این انیمیشن خفنه موزیکش گرافیکش شخصیتاش، حتی پیامی که میخواد بده چیزی که میخواد بگه اینه که تو ترس زندگی نکن با ترسات مواجه شو ببین زندگی چی برات داره یه دیالوگی مادر اردکه داره که اوایل انیمیشن به پدر اردکه میگه که من اصلا یادم نیست خود دیالوگ چی بود ولی مفهومش این بود که تا چشاتو باز نکنی فرصتایی که زندگی پیش رود گذاشته رو از دست میدی همین جمله ممکنه شما رو یاد این بندازه که عمرت داره همینجوری میره و بهتر نظری هدر بره. امتیاز آی این انیمیشن این این 6 و 7 راتن تومیتوش 73 متاکیرتیک 56. امتیاز منم به این انیمیشن این 9 از 10. خلاصه بگم مایگریشن یا مهاجرت یه انیمیشن نه فقط برای بچه ها بلکه برای تمام سنینه اگه انیمیشن رو دیدی حتما نظرتو راجبش برام بنویس دوست دارم نظرتو بدونم اگه پیشنهادی هم راجب بهتر شدن کانال و ویدیوها داری حتما به هم بگو دکمه حساب و لایک یادت نره دوستتون دارم خدا